پیغام جنجالی مادر تتلو به مردم ایران و گفتن این که تتلو هر جا بره اونجا رو تبدیل به گلستان میکنه و کسی نمیتونه بهش کاری داشته باشه. آره به همین سادگی. همچنین تقسیم اموال امیر تتلو که توی ویلاش بودن و حالا قراره تقسیم شن. خیلی اوضاع خیجه. فحاشی به علی کریمی در صدا سیما و گفتن این که علی کریمی یه بیشرفه. ولی تو چقدر بیشرفی که جایی که بیای همراهی بکنی با خانواده های اینها. جزئیات فروش میم معروف رضا پیشرو به قیمت 130 میلیون تومان. مشکل داری بی‌ناموس. خب در ابتدا بریم سراغ تتلو که مادرش اومده یه پست جدید و جنجالی در مورد تتلو گذاشته و میگه هیچکی نمیتونه با تتلو کاری کنه و نوشت سلام و درود به بهترینا که شما هستید. در دایرکتاتون پیام دادید که خبر از سلطان میخواهید. سلطان قفسش رو شکست و اعتماد کرد به هوشمندی حاکم بر جهان هستی. اون پسر عشق است. بهش اعتماد کنید و به خواستش احترام بگذارید. نظارگر خواهید بود که تمام هیترها و افراد شیطان صفت چطوری به جان هم خواهند افتاد و به فنا خواهند رفت. پس آرام باشید و دوره بزن در روها تمام شده، چون عصر بیداری و عشقه. اگه دوست سلطان هستی پیجتو از عکس و ویدیوهای منفی پاک کن و شاعر تتلو میگه پرده ها رو بکش کنار بذار نور بیاد. پس سلطان هر جا که هست اونجا گلستانه. افرادی با دوستی واقعی در اطرافش هستن و دلسوز و راهنما و هدایتگر و اتحاد. فعلا در این پیج تا سلطان خودش بیاد. متاسفم، دوستت دارم، سپاسگزارم، لطفا مرا ببخش. بله البته آخرش رو ما نفهمیدیم چی شد، ولی خب اوکیه. از اون طرفم رضا پیشرو اومده NFT اون میم معروف خودش رو به قیمت 2500 دلار به فروش گذاشته و تویی هم از این اقدام حمایت کرده. و اما صدا سیما اومده یه حمله‌ای به علی کریمی داشته که بهتر ببینیم. اویی که یه نفری یه جایی از این دنیا، حالا نمیدونیم به خاطر چقدر پول داره شرافت خودش رو میفروشه و مثلا می‌نویسه که به خاطر غذای نظری و به خاطر شربت و اینا رفتن. باشه اصلا به خاطر غذا نظری رفته بودن، به خاطر شربت که تو میگی رفته بودن، ولی تو چقدر بیشرفی که جایی که بیای همراهی بکنی با خانواده های اینها، با داغدار بودن کودکان و زنان و آدم های بیگناهی که به تیر و خنجر از پشت دشمن گرفتار شدن میای طعنه و کنایه میزنی. اونا برای نظری اصلا قبول، هر چی که شما میگی، اصلا صندلی جلو، همه چی برای شما، هر چی که شما میگی قبوله، ولی من سوالم اینه که شما شرافت تو چقدر فروختی که به این راحتی طعنه و کنایه میزنی به داغدار شدن ایران عزیز ما، برای بیشتر از 100 عزیزی که واقعا بیگناه به شهادت رسیدن و جان خودشون رو از دست دادن. و اما از اون طرف هم قرار شد که ویلای تتلو تحویل داده شه و باید خالیش کنم و به خاطر همین دوستای تتلو که با هم درگیر شده بودن حالا آشتی کردن تا بتونن اموال رو درست تقسیم کنن. بنده با خانواده داشمیر در ارتباطم و تایید این اتفاق رو خانواده داشمیر دادن. دلیلش اینه که اگر الان وسایل داشمیر رو فاکتور نگیریم و کسی نمیتونه بره اونجا در اونجا رو باز کنه، حتی علی سلافور، چون از ابتدا اگه یادتون باشه گفتم کسی نمیتونه بره خونه امیر و حالا من هم احترام گذاشتم با اینکه ما با هم، یعنی من با کسی صحبت نمی کردم دیگه، داستان به یه جایی رسید که گفتن اگر وسیلای امیر الان تکلیفش مشخص نشه کسی نمیتونه بره دست بزنه، فقط تو میتونی. گفتم باش، پس من با خانوادهش صحبت میکنم و با شما برمیگردم. و اینکه خانواده داشمیر هم گفتم میتونی انجامش بدی به عهده خود. و اینکه الان یه سری وسیله هستش که مخصوص خود داشمیره، یعنی وسیله های شخصیشه، لباساشه، کتونیاشه، یه سری لوازم داره اونجا، لوازماشه، میکروفوناشه، تلویزیوناشه، اینا رو باید فاکتور بگیریم. و اینا از من خواهش کردن که شما که گفتی کسی نمیتونه در این خونه رو واکنه، خودت حداقل بیا فاکتور بگیر ببین چه وسیله هایی هستش که بفرستیم واسه خانوادش. ما هم گفتیم چشم، با خانواده صحبت کردیم، اوکی دادن. و اگر این اتفاق قرار انجام شه کلید دست سلاحپوره، من باید با اینا صحبت میکردم، نمیشد که. و حالا قرار شد بریم اونجا کار رو انجام بدیم و هر مبلغی که دست خانواده داشت امیر رو میگیره، یعنی مبلغ برای خود امیره، اونو صرف کارهایی میکنه خود امیر که بعدم خودش میدونه چی کار میخواد بکنه و چی کار نمیخواد بکنه.
منظور این که آدم وقتی که یه کاری میکنه باید شفاف سازی کنه. من اینجا به کسی نه جواب پس میدم نه قراره به کسی جواب پس بدم، دارم من وقتم میزنم. وقت چیز خیلی گرانبهاست و این هم به عشق رفیقمه، نه منتیه نه چیزی. فقط خواستم بهتون بگم که همون اولش که همه چی رو بوده الان هم همون جوری روه، تا آخرش هم روه. و من از امیر دیوا و علی سلاپور خواهش کردم که همه جوره همه چی رو باشه که مردم ببینن و متوجه بشن که هیچ چیزی بالا پایین نشده، به خاطر اینکه امیر کلی طرفدار داره و این طرفدارها از ابتدا تو قضیه بودن. و مطمئن باشید اگر خانواده امیر به من اعتماد دارن همه چی درست، یعنی سعی میکنم که تا آخرش درست بشه. دوستتون دارم. آقا میفهمید چه اتفاقی امروز براتون افتاد؟ رفته بودم برای زیارت قبر حاج قاسم، از این زیرگذر پل زیرگذر رد شدم، تا اومدم بالا جمعیت زیاد بود، یهو صدای انفجار شد، کلا همه جا دودالود شد. بعد یه چیزی خورد تو سرم دیگه، یه راستو به خودم اومدم دیدم چند نفر زمین افتادن، زن بچه، خدا لعنت شون کنم روبروم جان دادن، نمیدونم کی کار کرد، خدا لعنت شون کنم. یک طرف بود مثلا کنار من بود، پوسترش کلا کنده شد، یکی بود دستش کنده شد، یکی بود پاش کنده شد، یه صحنه بسیار وحشتناک. بخوای یه پیام بدی به کسانی که احتمالاً مسئولیت این بمب‌گذاری رو بر عهده میگیرن چی بهشون میگی؟ میگم که خدا ازتون نگذره، ما همیش با انقلاب مو هستیم، با رهبر مو هستیم، حتی اگر جونمون هم بدیم از این انقلاب دفاع میکنیم، همیش با این انقلاب هستیم، نمیترسیم. شاید هم افتخارمون شهید بشیم. امروز بودم، اگر صحنه بازم پیش بیاد کشورم بازم میرم، نمیترسیم. از دوستان خودت یا نزدیکان خودت کسی بود تو انفجار یا تنها بودی شما؟ تنها بودم. حالا در کل نظر شما در این مورد چیه؟ حتما نظرتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید. پس تا ویدیوی بعدی، بدرود.